سلام عرض ادب ساجد غریبی هستم. خب چیزی که مشخصه اینه که دلیل لغو مبارزه این بوده که هیچ مبارزه متاسفانه از سوی سازمان بوکسستار انجام نشد و مشخصه که کاملا از پس این رویداد بر نمی اومدن، ولی چیزی که کاملا مشخصه اینه که توی دبی همه هماهنگی شده بود که چهره سجاد غریبی رو تخریب کنن و تا حدود زیادی هم موفق شدن و این فیس آف به صورت کاملا ناجوانانه نامردی بر صورت انجام بشه و هیچ مسابقه ای هم صورت نگیره. خب اتفاقاتی که در دبی افتاد این بود که سازمان بوکسستار خب به صورت کاملا دروغ و فریب اومدن به من گفتن که از تو قراری یه ستاره بسازیم، یه ستاره که باید برای این سازمان بسیار بزرگ باشه و بسیار پردرآمد باشه و قرار از تو یک فایتر بسیار خوبی در بیاد. این چیزی که اون سازمان گفت و متاسفانه بعد از اینکه از 10 اردیبهشت دیگه حالا باز تاریخ مسابقه عوض شده بود و باز هم به من نگفته بودن سازمان بوکسستار سازمان دروغ و متاسفانه کلی هم بدهی داره و از تمام این سرصدای رسانه‌ای و تمام فضای مجازی استفاده کردن واسه فروش بلیت. متاسفانه من نمیخواستم این سری حقیقت رو بگم، ولی خب الان داخل این مسابقه حتما بهش اشاره میکنم. چند ماه پیش سازمان بوکسستار بدهی بسیار زیادی داشت که کارش به دادگاه هم رسیده بود و چیزی حدود 1 میلیون پوند بود و بعد از این اتفاق سرصدای رسانه‌ای و تمام فروش بلیت ها میاد تمام بدهی های قبلیش رو پرداخت میکنه و این یعنی عملا کلاهبرداری، عملا یعنی فریب و نیرنگ. و همینطور به علاوه حریف انگلیسی هم از این قضیه کاملا خبر داشته و چیزی که متاسفانه سازمان بوکسستار یک سازمان دروغگو هست و هیچ فایتری و هیچ ورزشکاری، لطفا اینو میخوام به صورت کامل بگم که تمام مردم انگلستان ماهیت این سازمان دروغین رو بفهمن، هیچ ورزشکاری لطفا مثل من قربانی این سازمان نشه و وارد قرارداد و همکاری نشه، چون کلان عملا هیچ فایتی از طرف اونا برگزار نمیشه. آخر هم بگم ما با وکیل بین الملل داخل انگلیس هم صحبتمونو کردیم و شکایت انجام شده. به زودی بوکسستار باید پاسخگوی این حرکت کلاهبرداری و حرکت کثیفشون باشن و به زودی خبرهای خوبی در راه هست. من با حریف انگلیسی به هیچ وجه دشمنی نداشتم و به هیچ وجه هیچ خصومتی شخصی نداشتم، ولی بعد از اون اتفاقات دبی چی که به سازمان هم گفتم دیگه این مسابقه واسه من نیست، این واسه من جنگ آبرو و حیثیت هست، این من یه جنگیه که شما با فریبکاری اومدین جلو و شما با نیرنگ و دروغ کارو شروع کردید. چیزی که حتی من اینجوری بگم که در زمانی که من نیاز به بستری داشتم و در صحت سلامت نبودم، سازمان بوکسستار به من گفت فقط یک فیس تو فیس خالی و بدون هیچ انجام فیس آفی. شاید این به چشم مردم معمولی خب نیاد که مثلا میگن خب این قضیه تو حالا قدرتت نمیرسید، حالا حرفایی که شاید هیترها میزنن، و ولی افرادی که ورزشکار هستن، افرادی که میفهمن تو این رشته بودن، میدونن که این قضیه به صورت نامردی بود و من تمام تمرکزم رو انجام داده بودم که واسه این مسابقه آماده بشم. توی پارامونت هتل قرار بود ما دو تا فیس تو فیس داشته باشیم و توی پارامونت هتل قرار بود که باز دوباره حریف انگلیسی با من رو در رو بشه و متاسفانه پشت همسرش پنهان شد، پشت سی آی دی ها پنهان شد و توی پارامونت هتل بیرون نیومد. متاسفانه چنین چیزی جز اینکه خبرنگارا شاهد بودن هم بود و این یعنی واقعا باز خجالت و شرمندگی. ترس در وجود هر انسانی هست، ولی اینکه نتونید کنترل کنید واقعا تا این حد، این یعنی خجالت. من نمیخوام بگم که رفته بودم اونجا واسه یه حالا، ولی خب
گفتم قضیه قبل از دبی من و حریف انگلیسی فقط میخواستیم مسابقه بدیم، هیچ دشمنی در کار نبود. بعد از اون قضیه که تبدیل به دشمنی شد برای من، فورد کاملا از مسابقه دست کشید و حتی نه داخل فیس تو فیس، بلکه داخل هیچ کنفرانس خبری دیگه ظاهر نشد. این چیزی جز خجالت نمیتونم واقعا و شرمندگی نمیتونم در موردش صحبت کنم. چیزی که دارید میبینید ایشون داره فوتبال بازی میکنه و خب اخیرا هم دیدم که گوریل قزاقستان منو به مبارزه دعوت کرده. امیدوارم این دفعه برای فالوور و حاشیه نباشه، امیدوارم مثل حریف بزدل ترسو جا نزنی و بیای. از دست ضربه زدن به عروسکای من، نمیدونم کاغذ چاپ میکنی رو کیسه میچسبونی ضربه میزنی، دوری کن بیا با من رو در شو، منتظرت هستم. هر زمان که تونستی این قرارداد رو امضا کن، فقط امضاش کن. همین این بگم که من خاک پای مردم ایران و تمام طرفداران عزیزم هستم. فکر نمی کنم دیگه الان مردم از من مصاحبه بخوان یا حالا صحبتی بخوان یا حالا حرفی چیزی بخوان، مطلبی بخوان. الان مردم از من یک انتظار یک مسابقه دارن، انتظار یک جبران دارن. اگه واقعا کسی که میتونه مبارزه کنه، من اومدم اینجا تمام سختی ها را به جون خریدم، چند ماه از خانواده دورم که فقط یک چیز رو ثابت کنم، برای مبارزه اومدم، نه برای فالوور، نه برای شهرت، چون قبلا هم داشتم و نیازی هم بهش ندارم. الان من برای مسابقه اینجا هستم، برای مبارزه اینجا هستم، برای که نشون بدم نه مثل اون حریف بزدل، نه مثل هیچ کس دیگه دنبال دیده شدن نیستم.